درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین جواد ظریف میگه بعد از چهل سال کنشگری دیپلماتیک در کنار آموزش و نگارش در روابط بین الملل و تامین آموزش تمام وقت به دور از کانون توجه سیاست جهانی در دو سال گذشته به چند نتیجه ابتدایی در مورد نظم جهانی کنونی رسیدم. ببینید دوستان اینکه همه مدیه های فاسد، خبرنگارهای قلابی، فعالان حقوق بشر قلابی از این عدد چهل استفاده می کنن چون رئیس قبلی مافیای حقوق بشر ظریف فریبکار و باند وابسته به او خیلی از این عدد قبلا استفاده کردن و این یک کد هماهنگی و شناسایی هر شخص یا هر سازمانی از این عدد استفاده کرد یعنی به نوعی ارتباط با این کد داره اعتقادم بر این هست که ما این میخواهیم آینده کشورمون رو تأمین کنیم الان وقتشه که در رسانه هامون به تشریح مواضع عملی کردی دو رقیب انتخاب ریاست جمهور بپردازیم که مردم بدانند دارن به چی می میدن 20 سال دیگر بر اساس رأی امروز چه اتفاقی خواهد افتاد آقای جلیلی سابقه اجرایش تقریبا صفر کرد یا فلان شورا بوده رئیس شورا بوده البته در کار شکنی درخشان ماشون. پزشکیان در کرمان گفت اگر کارهای آیت الله هاشمی رفسنجانی نبود ایران الان به اینجا نمی باید قدر این بزرگان رو دانست او میگه کسی میتونه حق مظلوم رو بگیره و جلوی قلدران بیسته که پست و مقام او را فریب نده گفت اومدم که قدر بزرگان خودمون رو بدونیم چون نامردیه اگر قدر بزرگان رو ندونیم ببینید دوستان هاشمی برای سالها اگر قدرتمندترین مرد جمهوری اسلامی نبوده باشه حداقل دومین فرد قدرتمند جمهوری اسلامی بود ولی هممون میدونیم که بعد از 88 به یک بار سقوط آزاد کرد و آنقدر پایین رفت تا اینکه بالاخره در قرع استخف شد منتها شاید براتون جالب باشه که چرا اینطور منفور و مغذوب شد حتما میگید به خاطر نماز جمعه سال 88 بود ولی به نظرم داستان جدی تر از یک خطبه نماز جمعه بود توی همون سال 88 نجام محمد علی خبرنگار همسو با جمهوری اسلامی تو العربیه نوشت که خبرهای تایید شده ای داره که هاشمی به عنوان رئیس مجلس خبرگان در حال رایزنی با چند تن از علما و بزرگان مجلس خبرگانه تا بتونه علی خامنه ای رو از مقام رهبری عزل کنه و رهبری رو به یک شورای رهبری بسپاره این خبر همچنین توسط خبرگزاری روسیه هم تایید و منتشر شد بعدها بقیه اصلاح طلبا هم شروع کردن به مطرح کردن این بحث و اینکه خامنه دیگه صلاحیت رهبری نداره و باید رهبری رو به یک شورای رهبری سپرد یکی از اونا سعید رضوی فقیه بود رضوی فقیه در همون سال 88 از ایران فرار کرد ولی چندی بعد دوباره به کشور برگشت که خب دیگه گرفتنش و انداختنش زندان منتها هاشمی رو که نمیشد بندازن زندان آنقدر تحقیرش کردن و زایش کردن تا شاید خودش از رو بره و به خیال سیاست و سیاست بازی بشه منتها نشد پس چاره ای نبود جز حذف فیزیکی این سخنرانی خامنه ای درست یک روز قبل از به درک واصل شدن هاشمی رو هم که همتون شنیدید ما هم اگر بد عمل کنیم اگر به وقت عمل نکنیم اگر تنبلی کنیم اگر دشمن رو اشتباه بگیریم اگر شیطان اکبر ما به جای شیطان اکبر واقعی یا برادر نابابی در ناراهی که برادر ماست ولو ناباب و ناراهه این شد شیطان اکبر ما ضربه خواهیم خورد پس اینم دشمن ماست خیلی هم معتقدند که انگار عاملین قتل هاشمی از این می که نکنه کشتن هاشمی صرفا یک دستور از مقامهای های پایین دستی باشه و در نتیجه قتلش بعدا براشون عواقبی داشته باشه به همین دلیل این سخنرانی مثل یک کود یا نشانه تا اونا مطمئن بشن که حس و اکبر خواست نظام و کشتنش عواقبی نخواهد داشت ما ایران از شر آخوندار رو بدیم ایران جایگاه فوقلادهی ای برای ایجاد دموکراسی در منطقه داره به دلیل پیشینه تمدنیش به دلیل 85 میلیون جمعیت جوان تحصیل احمد آذری قومی و رفسنجانی دو نفر اصلی برای رأی آوردن خامنه ای به عنوان رهبر موقت بودند بعدها آذری قومی وقتی اظهار پشیمانی از این کارش کرد خامنه ای تا موقع مرگش فرستادش حصر خونگی ولی خیلی به رفسنجانی زورش نرسید تا اینکه تو فرصت مناسب سرش رو زیر آب و کوسه تو آب غرق شد به نظرم البته هاشمی رفسنجانی مغز متفکر این حکومت بود از وقتی به درک رفت سقوط این حکومت آغاز شد حالا به این تصویر لطفا دقت کنید پسر پزشکیان یک جمله رو اشتباهی تو گروه فوروارد کرده که نوشته آخرش عبدالحمید فلان فلان شده از بابا حمایت نکرد حالا ما که رای آوردنمون قطعیه ببین چه دهنی از اینا سرویس کنیم منظورش مردم سنی ایرانه جالبه بدونید که اول گفتن این فوتوشاپه و بعد دیدن گندش در اومده گفتن گوشی پسر پزشکیان هک شده FATF رو امروز نذاشتن در کشور اجرا بشه یکی از عوامل عمدش آقای عمد. جدیدی است هایی که علیه ایران صادر شد و تحریم ها بر مبنای اونها شکل گرفت یک پای آقای جدیدی است و اما حالا بیایید با قدرت اول و پشت پرده مسجد مکی آشنا بشید از راست به چپ مله حافظ شه بخش عبدالحمید و الله نظر شه بخش عبدالحمید اجباری با فامیل شناسنامه ای اسماعیل زهی متولد سال 1326 و محل تولد منطقه گلوگاه زاهدان محل تحصیل پنجاب پاکستان در سال 1366 به درخواست مولوی عبدالعزیز ملازهی پدرزنش مدیریت مدرسه دارالعلوم زاهدان را به عهده گرفت وی در حال حاضر مدیر مدرسه دارالعلوم زاهدان امام جمعه اهل سنت مسجد جامعه مکی زاهدان عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان و عضو مجمع جهانی فقه اسلامی همچنین مدیر شورای هماهنگی مدارس اهل سنت بلوچستان و سیستانه و حالا میپردازیم به اقدامات واضح و علنی شخص عبدالحمید اسماعیل زهی در راستای حفظ جمهوری اسلامی در سال 1372 به دنبال مسجد فیض مشهد یعنی مسجد اهل سنت که مردم تجمع اعتراضی در مسجد مکی برقرار کردند و مسجد به گلوله بسته شد صحبت رژیم این بود که عبدالحمید حکم جهاد داده اما عبدالحمید اظهار کرد که اوضاع را کنترل کرده و از بحرانی شدن آن جلوگیری کرده در سال 1383 با هاشمی رفسنجانی مهدی کروبی و مصطفی معین سه نامزد مورد حمایت گروههای اصلاح طلب دیدار کرد در سال 1388 با مهدی کروبی و میرحسین موسوی دیدار کرد. در سال 1392 و 1396 از حسن روحانی حمایت کرد. مولوی عبدالحمید درباره طالبان اظهار کرد که طالبان امروز طالبان 20 سال پیش نیستند. آنها تجربه کسب کردند و تغییراتی در دیدگاهشون به وجود آمده. همچنین ابراز کرد که امید افغانستان در دوره طالبان یک بازو برای جمهوری اسلامی باشه و حالا این اسامی رو به خاطر داشته باشید اسامی افرادی که حلقه اصلی دور تا دور ملا عبدالحمید و تعمین کننده های مالی و تعیین کننده های اصلی سیاست مسجد مکی هستند و اقدامات مخفیانه و غیرعلنی علنی عبدالحمید رو تعیین و ساپورت می کنند. الله نظر شهبخش مخفی ترین چهره و تعمین کننده مالی مسجد مکیه. و جان کلام این که به این تصویر دقت کنید این دوتا خانم گفتن که اگر ترامپ برنده انتخابات 2024 آمریکا بشه آمریکا رو ترک میکنند. میدونید چرا؟ چون میدونن افشاگری و محاکمه سختی در انتظارشون خواهد بود همونطور که ما بعد از پیروزی تمام خائنین به ما ملت ایران رو محاکمه میکنیم سپاس که با لایک و کامنت همراه و حامی هر سه کانال خبرچین دیگه چه خبر و خبردار هستید و اگر مایل به حمایت مالی از کانال خودتون هستید از گزینه سوپر در پایین هر ویدیو میتونید استفاده کنید پاینده ایران جاوید شاه تا ابد و زنده باد رضا شاه دوم